یه ویدیوی دیگه ای هم هفته پیش باز دوباره پخش شده بود تو شبکه‌های مجازی. ببینیم ویدیو رو اول. آخرین فیلم ایشون که منتشر شد یه صحنه‌های خیلی بد جنسی داشت. شما خودتون به عنوان پدر اون فیلم رو با بچه هاتون با نوه هاتون تو خونه میبینید؟ آقای فرمانی هر چیزی به جای خودش، درست میفرمایید. میتونم خواهش کنم آروم باشید؟ شما فرمودید فرزند ایران هستم. من مشکل دارم. چرا ایشون باید برهنه بشن؟ دختر بزرگتر شما داخل هستن، هنوز فعالیت میکنن. خیر، رفتن فرهانه این مشکل حل شد. به به به، چه زیبا، چه سوالات کارشناسی، چقدر دقیق، چقدر عمیق. باریکلا، تشویق کنید، خواهش میکنم. واقعا ما از لحاظ خبرنگاری، روزنامه نگاری، گزارشگری، دیگه برنامه سازی و اینا نوبل رو برای چی دادین به باب دیلن؟ برای چی دادین؟ نوبل ادبی رو برای چی دادین به اون؟ یه آدم بی ادبی که حتی جواب تلفنتون هم نداده. مگه ما مشکل داریم به این قشنگی کارهای مختلف انجام میدیم؟ به این زیبایی نگاه کنید، ببینید چقدر عمیق این خبرنگار مسئله مربوط به یک دختر بالغ 30 و چند ساله رو که تصمیم گیری زندگیش مربوط به خودشه رو زنگ زده به باباش داره مطرح میکنه. مثلا آنجلینا جولی رو مثلا یه فیلم بازی کنه، زنگ بزنن از باباش بپرسن چرا فیلم بازی کرد. این استاندارد. حالا عزیز دلم، خبرنگار فرهیخته، بزرگوار، تو که به بلوغ فکری به این اندازه رسیدی و تونسته اینجوری با این کارشناسی دقیق و نکته بینانه، ریز بینانه این مسئله رو واکاوی بکنی، تو نشسته بودی اصلا اون فیلمو برای چی نگاه میکردی؟ تو اصلا برای چی رفتی فیلمای خارجی نگاه میکنی؟ مگه فیلمای خودمون چشه؟ فیلمای برزشی برنامه ظهر خانواده رو چرا نگاه میکردی؟ چرا اخراجی رو نشستی برای صدومی بار نگاه کنی؟ برای چی نشستی فیلمای گلشیفته رو نگاه میکنی؟ اون فیلم ها رو واسه تو نساخته بودن که، اگه واسه تو ساخته بودن به زبون فارسی ساخته بودن. چیزم عزیز دل، نکن، از این کار نکن، چون اینطور که از قیافت پیداست تو بنیان آنچنان سفت و سختی هم نداری. یه دفعه ممکنه دچار فرسایش خاک بشی، بریزی زمین. یه دفعه کاملا مشخص، خودتو اینجوری اذیت نکن، اینجوری با خودت و خانوادت بدی نکن، این رفتار رو با خودت نشو. تو به نظر من دیگه حد اکثر راز بقا بهترین برنامه‌ای که میتونی تماشا بکنی، بیشتر از این خودتو اصلا آزار نده. من به توصیه میکنم، حیفه توه، حیفه توه.